Thank <music> you. شاهزاده رضا پهلوی چندی پیش از تشکیل یک پروژه علمی خبر داد که در آن گروهی از متخصصان و کارشناسان ایرانی در رشده های مختلف و از سراسر دنیا گرد هم میآیند تا با بررسی مشکلات موجود در ایران به ارائه راهکارهای علمی و عملی برای بازسازی کشور بپردازند استادان و پژوهشگران متخصصان ایرانی از دانشگاه های معتبر و کشورهای مختلف در رشته هایی چون محیط زیست، اقتصاد، انرژی، پزشکی و بهداشت جان و تن، حقوق، سیاست، مسائل امنیتی و دفاعی، کشاورزی، صنعت، ارتباطات، رسانه، توریسم و غیره در این پروژه کاربردی شرکت دارند. در این رابطه با دکتر اللهیار کنگرلو، دانشمند بخش نوروبیولوژی و فیزیک مغناطیسی دانشگاه کلمبیا و مؤسسه روانپزشکی نیویورک که مدیریت هماهنگی پروژه ققنوس را بر عهده دارد، گفتگو کرده ایم. جناب آقای کنگرلوب خیلی متشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید برای معرفی پروژه قغنوس میخواستم بدونم که این پروژه از کجا شکل گرفته و چرا همچین نامی رو چنین نامی رو به خودش گرفته و از کجا اومده کلمه قغنوس به فارسی به معنای پرنده‌ای که از خاکستر بیرون میاد و اطلاع پیدا میکنه و به آسمون میره و تبدیل به یک پرنده میشه تبدیل به آتش میشه و در نهایت تبدیل به یک پرنده بسیار پرقدرت میشه ما معتقدیم که علم در جامعه امروز ایران میتونه نقش ققنوس داشته باشه یعنی علمی که در درون جامعه ما وجود داشته درست مثل خاکستر ولی قابلیت انجام کار نداشته و الان تنها نوعی که ما میتونیم که دانش رو بهش قابلیت انجام کار بدیم اینه که کسانی که دانش رو دارن دارنده های دانش رو دانشمندان رو متخصصین رو فریختگان رو مهندسین رو و عالمین علوم اجتماعی و تمام متخصصین جامعه رو زیر یه چتر واقعا بیاریمشون و سازمان و تشکیلات بهشون بدیم و که اونا بتونن قابلیت انجام کار داشته باشن به طور کلی انسان ها به طور منفرد و جدا از همدیگه قابلیت های کمتری دارن تا به شکل سازمان یافته و متشکل و این یک ابتکاری بود از جانب شاهزاده رضا پهلوی که در مکاتباتی که من با ایشون داشتم ایشون رو از من خواستند که سرپرستی و مدیریت این پروژه رو به عهده بگیرم و دانشمندان ایرانی رو از سراسر سر دنیا به این پروژه جلب بکنیم ما معتقدیم که یکی از معضلات بزرگی که در 1357 در ایران اتفاق افتاد به خاطر عدم وجود متخصصین و دانشمندان در این مسیر تحولات اجتماعی بود و یعنی در حقیقت کار را به دست کسانی سپردن که قابل نه قابلیت و نه صلاحیت اینی که بخوان تغییرات عظیم اجتماعی رو به وجود بیارن داشتن و این ما میخوایم برای اولین بار بقول حافظ فلک را سخف بشکافیم و ترهی نو دراندازیم و تمام تمام کسانی که قابلیت علمی دارن یعنی قابلیت علمی اون چیزی هست که در جامعه ما قدرت حل کردن مسائل و معضلات مشخص جامعه رو داره اونا بیان به صحنه و اونا راه حل‌های خودشون ارائه بدن که راه حل‌های اونا در تمایز مشخص با راه حل‌هایی که مثلا جمهوری اسلامی برای معضلات جامعه ارائه میده قرار بگیره و مردم قابلیت قابلیت در قضاوت کردن و مقایسه کردن در رابطه با در بین راه حل‌های علمی و راه حل‌های غیر علمی راه حل‌های کارشناسی شده و راه حل‌های مثلا که بر اساس اصول دیگری تصمیم گیری میشه در ایران فعلا هدفی که قغنوس دنبال میکنه و به طور مشخص در اساسنامه اون هم ذکر شده چه چیزی هست بله ما در درون سازمان خودمون در درون قغنوس فعلا با بنیانگذاران اصلیش که حدود سی نفر هستند یک سازمان تشکیلات اولیه درست کردیم که این سازمان تشکیلات به, به چهارده کارگروه تقسیم شده که این چهارده کارگروه به طور کلی در رابطه با معضلات جدی امروز جامعه ایران هستن مثلا ما یک گروهی داریم که روی انرژی های تجدید پذیر کار میکنیم گروه اقتصادی داریم گروه سیاست دفاعی و،, و, امنیت ملی داریم گروه بهداشت عمومی داریم گروه انرژی اتمی داریم و, 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 و گروه های دیگه به طور کلی نظر ما اینه که این گروه ها ایرانیانی که ما, ما فکر میکنیم که حدود 80 هزار ایرانی مهندس و متخصص و دانشمند در خارج از کشور در سطوح بسیار بالایی دارن کار میکنن و متاسفانه اینا فقط فعالیتشون در رابطه با اون سازمان و اون کمپانی یا اون دانشگاهی که دارن براش کار میکنن قرار داره و از هم دیگه جدا هستن از نظر اینتלקچوالی از هم دیگه جدا هستن از نظر فیزیکی از هم دیگه جدا هستن. و از نظر سازمانی از هم دیگه جدا هستن ما فکر میکنیم که این امکان وجود داره که ما الان در اون برهه از تاریخ ایران هستیم که اگر مثلا ده سال دیگه بگذره یا 20 سال دیگه بگذره و این نسل از دانشمندان در این در, در دنیا خارج از ایران دیگه ثابت بشن و ریشه به دوانن دیگه قابلیت جذب اینا به مسائل ایران خیلی کمتر میشه و این یک ضرر عظیم یک خسارت عظیمیه برای ملت ایران و برای کشور ایران ما برای جلوگیری از این خسارت عظیم به ملت ما و به تاریخ ما به این این لحظه موعود رو تشخیص دادیم که باید ما در به دنبال سازماندهی این دانشمندان و این متخصصین بریم و اینا رو سازمانشون بدیم دور چتر یک هدف بسیار بسیار ساده تمامیت ارضی ایران و خدمت به ایران بدون بدون چشم داشت به تفکرات، قومیت، زبان، فرهنگ، مذهب این دانشمندان. به طور کلی کسانی که در گذشته در, در تغییرات اجتماعی چه ایران و چه بقیه کشورهای دنیا بودن به شکل حزبی و گروهی و تفکرات سکتاریستی و دگماتیک برخورد کردن یعنی شما باید متعلق به یک نظریه خاصی یک فکر خاصی یک سلیقه خاصی یا یک روایت خاصی از یک مذهب خاصی و یا ایدئولوژی خاصی بودین تا اینکه صلاحیت عضویت در درون کسانی که در درون سازمان هایی که قابلیت تغییر اجتماعی دارن بتونین قرار بگیرین و به جز اون هیچ کسی دیگه نمیتونست واقعا فعالیت اجتماعی بکنه ما معتقدیم که چون علم یک ماهیت جهان شمول و زمان شمول داره و در حقیقت متضاد تفکرات و تمایلات فرقه ای مذهبی، گروهی، جنسیتی هست و این این قابلیت علم میتونه تضمین بکنه اینی که ما تمام استعدادهای جامعمون رو به طرف ایران سازی و به طرف آینده ایران و به طرف دموکراسی سازی ایران جلب بکنیم این من فکر میکنم که در تاریخ بشر تا حالا سابقه نداره که هیچ ای برای رهایی خودش برای دموکراسی سازی به این وسیله به آلمان متوسل بشه آلمان به طور کلی خارج از حلقه های تغییرات اجتماعی و خارج از حرکت های اجتماعی که تغییرات عمده ای در جهان در انقلابات مثلا 100 سال گذشته دنیا آلمان یا شرکت نداشتن یا به شکل پراکنده شرکت داشتند یا شرکت خودشون و صلاحیت شرکت خودشون رو به, به وسیله اعتقاد به یک ایدئولوژی خاصی کسب می‌کردند ما این مشخصه خاص رو به دور انداختیم و یک داریم یک سازمانی رو درست میکنیم و به مقدار زیادی هم درست کردیم که دانشمندان بتونن فقط به صرف تخصصشون و فقط به صرف تمایلشون و قصدشون برای کمک به ایران و حل معضلات عمده ایران عضویت در قغنوس رو پیدا میکنن صلاحیت عضویت در قغنوس پیدا میکنن و این صلاحیت بهشون در در, در چارچوب مرامنامه و اساسنامه این سازمان بهشون قابلیت اینو میده که واقعا از تمام امکاناتی که ما براشون در آینده فراهم خواهیم کرد استفاده بکنن که مسائل ایران رو حل بکنه چرا زمان کنونی رو برای تشکیل این سازمان انتخاب کردی؟ چه ویژگی خاصی در دوران کنونی هست که تصمیم به در واقع تشکیل این سازمان گرفتید؟ خب ما الان رو انتخاب کردیم به خاطر که البته باید رو بگم که در گذشته هم زمانش بود منتها مثلا اگر در زمان بهمن پنج و هفت که اون اتفاقات در ایران اتفاق افتاد و اون تغییرات عظیم اجتماعی انجام شد اگر همون موقع هم یک عده دانشمندان ایرانی به به منطق حضور مستمر و جدی خودشون در مسیر و در جریان تحولات اجتماعی پی می بردن و به این منطق و به این ندا لبیک ای می گفتن ما در این جایی که امروز هستیم نمی بودیم و این بلایی که به سر جامعه ما اومد نمی آمد. این در رابطه با گذشته و فعلا در رابطه با ف... امروز اون چیزی که ما می بینیم اینه که در ظرف حداقل یک سال گذشته تا شاید در ظرف 18 ماه گذشته اتفاقات وحشتناکی در ایران افتاده و اون اتفاقات ناشی از واقعا یک سلسله افشاگری ها درباره عمق فساد در درون حاکمیت جمهوری اسلامیه در رابطه با عمق فجایع زیست محیطی که داره در ایران انجام میشه درباره عمق به دادن ثروت های ملی ما که داره انجام میشه این, این, این واقعیت رو بذارین در کنار اتفاقاتی که داره در خارج از ایران میفته تضادی که جمهوری اسلامی به خاطر سیاست های هم منطقی هم جهانی تضاد مصنوعی و بیمورد و بیجهتی که مثلا با امریکا ایجاد کرده و جمهوری اسلامی شاخ به شاخ و با ابرقدرت های دنیا نه تنها با امریکا حال حتی با اروپا هم شاخ به شاخ شدن تضاد منافع بیمورد و بیخودی با اروپایی ایجاد کردن که موقعیت ما رو در دنیا به خطر انداخته موقعیت موقعیت وجودی ما رو حتی واقعیت وجودی کشوری به نام ایران رو این سیاست های نابخردانه و بی‌بصیرتی جمهوری اسلامی به خطر انداخته و ما کسانی هستیم کسانی که بنیانگذار این طرح هستند که گفتم همونطوری گفتم ابتکار اصلیش از شاهزاده رضا پهلوی اومد اینا به این به این نیاز تاریخی و با این خطر جدی که جامعه ایران و ملت ایران رو و کشور ایران رو داره تهدید میکنه پی بردم و و واقعا قدم به این کارزار مبارزاتی گذاشتن یعنی از وقت خودشون از امکانات خودشون از از آسایش خودشون مایه میگذارن برای اینکه واقعا این تهدید رو براش جوابی پیدا بکنن به دنیا و به جهانیان بگن که ایرانیانی هستن که قابلیت زیست همسالمت‌آمیز، همزیستی مسالمت‌آمیز با جهان دارن، دنیا رو دوست دارن، با آمریکا یا دوستن، تضادی با اسرائیل ندارن و ما هم معتقدیم که مشکلات ما از طریق همون روابطی حل میشه که مشکلات مردم اسرائیل و عربستان و ترکیه و امریکا و اروپا حل میشه. یعنی از طریق راه حلهای علمی نه راه که از آسمون روی دامن ما افتاده باشه چرا فکر میکنید که یک گروه متشکل علمی میتونه مشکلات ایران رو حل بکنه و نه یک گروه سیاسی و با عمل کرده سیاسی البته ما جلوی راه گروه های سیاسی که بخوان تغییرات مثبت اجتماعی تو ایران به وجود بیارن قرار نمیگیریم بلکه حتی دست دوستی به طرفشون و دست همکاری هم به طرفشون دراز میکنیم ولی دلیل جواب این سوال خیلی مهمی که شما کردین اینه که به خاطر ماهیت علمه علم یه ماهیتی داره که به طور کلی باید از دوگماتیزم جدا باشه علم در مقابل دوگماتیزمه این ماهیت علم که در مقابل دوگماتیزم هست دوگماتیزم یعنی اینی که شما به اون پدیده ای که دارین کاوش میکنین درونش با اون پدیده رابطه احساسی برقرار بکنه ببین میگن دوگماتیسم چه اون پدیده ایدئولوژی شما باشه چه مذهب شما باشه چه مجموعه تفکراتی که باش دارین اگر با اون مجموعه تفکرات عاشق اون تفکرات بشین دیگه شما از قابلیت درک افکار دیگه دور میمونید علم درست در, مقای... در مقابل اینه برای اینکه برای اینکه پدیده هایی که در درون طبیعت وجود دارن رازهایی که در درون طبیعت وجود دارن و دانشمندان تمام عمرشون رو وقف پیدا کردن کشف این رازها و پدیده های طبیعی زندگی بهتری برای انسانها درست میکنن به خاطر این ماهیت کاری دانشمندان اینا یه فرهنگی رو در درون خودشون نهادینه میکنن که این فرهنگ در درون روابط سیاسی ما جامعه ما نهادینه نشده اصلا وجود نداره که بخواد نهادینه شده باشه ما متق... یعنی دانشمندان ما هیچ اه، واقعا اه... عمدی ندارن هیچ اصراری ندارن که وارد کارهای اجتماعی بشن دلیل اینکه وارد کارهای اجتماعی شدن دیدن که اخلاقیات حاکم بر روابط علمی اخلاقیاتی است که از درون سیاستهای ما درون کارهای سیاسی ما و درون سیاست زده های ما واقعا وجود نداره یا کم وجود داره تا به حال باعث شده در صد سال گذشته ایرانیان در این مسافرت دور و درازی که به دنبال دموکراسی راه افتادن از سال سا سا پیش هنوز نتونستن به مقصد برسن ما معتقدیم که فرهنگ خودمون رو میتونیم به این مسیر بیاریم میتونیم به مسیر مبارزات سیاسی بیاریم و از, از قبل فرهنگ ما و از قبل نهادینه کردن در درون خود ما در درون سازمان های علمی و از طریق اون وارد کارهای اجتماعی کردنش ما فکر میکنیم که یه معزل تاریخی جامعه ایران برای دسترسی به یه جامعه آزاد و خوشبخت حل میشه در کدوم یک از شاخه‌های علمی فعالیت خواهد کرد ما به طور کلی جواب کوتاه شما اینه که در همه شاخه‌ها ولی چون امکانات ما باید یعنی کارهای ما باید در رابطه با تناسب با امکانات ما باشه ما از حدی که شروع کردیم در اون امکاناتی که در اون تخصصهایی که الان عضو داریم شروع به کار میکنیم و همینطوری که هیته کار ما بس پیدا میکنه ما هیته عملیاتمون هم بحث میدیم یعنی همینطوری که دانشمندانی با تخصصهای متفاوتی به ما میپیوندن ما هم اون کارها رو اون, اون فعالیتها رو شروع میکنیم همونطوری که به شما گفتم فعلا ما در چارده تا گروهی ممکنه که موقعی که تعداد اعضای ما از سی تا به هشتاد هزار تا برسه اون موقع بتونیم واقعا یک طرحهای عظیمی از طریق از قبیل طرحهایی که سازمان های علمی در کشورهای پیشرفته دنیا انجام میدن مثلا در امریکا یه سازمانی هست به اسم ام بنیاد علمی ملی یا National Science Foundation یه سازمان دیگه هست به اسم National Institute of Health یا انستیتیو ملی سلامت و بهداشت که اینا تمام فعالیت های بهداشتی در درون یکیشون و فعالیت های علمی در درون یکی دیگه نهادینه شده و این هر دو سازمان دانشمندان زیادی رو دارن هم در امریکا و هم در جاهای دیگه دنیا که عمیقا و شدیدا در کارهای اجتماعی و سیاسی وارد میشن یه گروه دیگه در آمریکا وجود داره به اسم Union of Concerned Scientists یعنی اتحادیه دانشمندان متحد و دلیل این که مثلا در دنیای غرب در اروپا، امریکا، ژاپن، استرالیا یه همچین سازمانهایی وجود داره این به این معنیه که حتی در درون دموکراسی ها هم دانشمندان این این احساس رو این احتیاج رو احساس میکنن که احتیاج دارن به اینکه در, در مسیر جریانات تغییرات اجتماعی وجود فیزیکی و دائم و مستمر داشته باشن و بدون وجود اونا و بدون اینکه اون فرهنگ علمی رو به, متن جامعه بیارن از حاشیه به متن بیارن یه, یه چیزهایی در جامعه درست انجام نمیشه مثلا شما فکر میکنید به این تغییرات اقلیمی که در جهان داره انجام میشه پدیده گرمایش جهانی حتی در کشورهای اروپایی و امریکایی هم الان بحث زیادی در موردش وجود داره در, 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 مقایسه با این مسئله که واقعا از نظر علمی یه پدیده ثابت شده است ولی اینی که هنوز دولت ها و احزاب درون کشورهای مختلف دارن درباره این بحث میکنن یعنی در حقیقت دانشمندان آنچنان که باید به متن نیامدن که مسائل جامعه را در رابطه با داده های علمی و در رابطه با فرضی های ثابت شده علمی بخوان براش راه حل پیدا بکنن همین معضل در جامعه ایران و در جامعه عقب افتاده با ضریب بسیار بالاتری وجود داره عدم وجود دانشمندان و عدم وجود راه حل هایی که اونا ارائه میدن که قابلیت حل کردن معضلات داره نه نه اینکه قابلیت پوشش و واقعا انکار معضلات این قابلیت ما میخوایم که این قابلیت در درون جامعه ما بیاد و من مطمئنم که در رابطه تنگ و تنگی که ما به جامعه شناسانمون و با آلمان و علوم سیاسیمون در آینده پیدا خواهیم کرد هم ما از قبل همکاری با اونو استفاده خواهیم کرد هم جامعه ایران و مردم ایران از همکاری مشترک بین جامعه علمی و سیاسیون استفاده بسیار زیادی خواهد بود و ما جلوی اینو میگیریم که یک بار دیگه فاجعه مثل فاجعه 57 در ایران تکرار بشه پس اینطور میشه نتیجه گرفت که این شروع آشتی یا آشنایی دوباره جامعه ایران با جامعه علمی خارج از کشوره چون این رابطه تقریبا میتونم بگم که قطع شده است و تنها صدایی که مردم ایران از این جامعه میشنون صدای موفقیت های فردی جامعه علمی است تعبیر شما در این مورد چیه؟ بله دقیقا این انگشت روی نکته خیلی حیاتی گذاشتین مثلا موفقیت های فردی دانشمندان ایرانی در خارج از کشور در این حال که واقعا در هر ایرانی در هر همه جای دنیا احساس غرور میکنه و احساس افتخار میکنه ایجاد افتخار میکنه ولی برای ایران واقعا هیچ مسمر سمر نیست دانشمندان ایرانی اگر مثلا در امریکا موفق به دریافت این مدال یا اون جایزه بشن این هیچ ارتباطی به ایران نداره و این خیلی جای تاسفه برای اینکه دانشمندان ایرانی سرمایه های ایران هستند سرمایه های ایران هستن مهمتر از اون چیزهایی که واقعا مردم ما سرمایه تلقی میکنن مردم ما مم ممکنه نفت رو گاز رو اورانیوم رو طلا و مس رو سرمایه تلقی بکنن ولی اینا سرمایه های تجدید ناپذیر نیستن سرمایه های لایزال نیستن دانشمندان ما به خاطر اینکه جامعه ما و فرهنگ ما قابلیت بازتولید دانشمندان رو داره و در فرهنگ ما این خیلی جای واقعا تعمل داره که چطور در فرهنگ ما اینقدر علم جای والایی داره در تمام اشعار و ادبیات ما اگر فکر بکنیم ما سرلوحه شعار قغنوس هست توانا بابد هر که دانا بابد یعنی دانش توان قدرت و این در از یک شعر هزار ساله به ما واقعا رسیده از فردوسی به ما رسیده در, تمام نوشته های ما و فرهنگ ما حتی حتی فرهنگ فولکلوری که ما از ارزش به دانش و دانشمند وجود داره ولی هرگز این مسئله و این دا دانسته هیچ وقت تبدیل به یک حرکت اجتماعی که قابلیت تغییر ایجاد کردن داشته باشه نشده و ما معتقدیم که الان دانشمندان ما میتونن میتونن این تغییر رو ایجاد بکنن برای اینی که به, به،, 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 به یکی از دلایلش اینه که همه ما در یک زمان به وسیله امکاناتی که این شبکه های اجتماعی و تکنولوژی جدید برای ما ایجاد کرده نظارگر یه فاجعه عظیم تو ایران هستیم این نظارگر این فاجعه عظیم به طور همزمان بودن در ما این حس و در این, احتیاج رو و این و این انرژی برای کار کردن و انرژی برای قدم به کارزار گذاشتن رو ایجاد کرده این, این یک این یک نیاز تاریخی این یک شرایط تاریخیه که که من فکر می کنم که ما رو به این حرکت واداشته شاهزاده رو به این ابتکار واداشته و همکاران ما که تمایل به همکاری دارن رو واقعا براشون یک توجیه،, توجیه فلسفی ایجاد میکنه که این،, این, در این لحظه این لحظه این لحظه موعوده و باید دست به حرکتی زد که واقعا این, این انرژی و این ثروت لایزال ایرانی که دانش،, دانش, ایرانیان هست و به طور پراکنده داره به هدر میره واقعا میشه بدون تعارف از این کلمه استفاده کرد که دانش ایرانی ها در هر سطح که دارن در دنیا دارن حرکت میکنن و دارن کار میکنن داره به هدر میره برای که کارهای سنفی انجام میدن از دانشی که دارن استفاده میکنن رزق روزی میکنن مثلا زندگی خودشونو دارن ادامه میدن خونه میخرن ماشین میخرن آخر هفته ها مهمونی میرن و این میشه زندگی فردی اونها در صورتی که اگر همین آدما با همین انرژی ها با همین دانش ها در درون یک سازمان تشکیلاتی با همدیگه متحد بشن اون وقت قابلیت های پیدا میکنن خیلی عظیم از قابلیت های اون کسانی که تغییرات 1357 رو ایجاد کردن راه حل های چطور پیدا میشن و بر چه اساسی به این دلیل که بتونن منطقی و بر اساس سندیت باشن چون به دلیل اینکه جامعه علمی خارج از کشور گاه امکان دسترسی به اطلاعات و اسناد رو ندارن برای همین چطور میتونیم که این تناقض رو حل بکنیم و در واقع ققنوس بر چه اساسی و برچه چه مبنایی فعالیت خودش رو انجام میده دو تا اصل در این رابطه وجود داره یکی اینکه این دانشمندان کسانی هستن که تخصصشون و کارشون اینه که دنبال مشکلات بگردن یعنی دنبال نادانستان دنبال ناشناخته ها بگردن موقعی که ما قابلیت اینو داریم که به خارج از منظومه شمسی نگاه کنیم به خارج از حتی به انتهای جهان هستی نگاه کنیم و در رابطه با اونا نظریه هایی بسازیم که اون نظریه ها قابل راستی آزمایی باشه و, و, و مدل هایی رو و آزمایش هایی رو در رابطه با اونا طراحی کنیم که این آزمایش ها در حالی که جواب به ما میده نظریات ما رو اثبات یا نفی میکنه این متد این متد و فرهنگ کار دانشمندان این روش کار دانشمندانه کسانی که این تخصصشونه یعنی شناختن ناشناخته ها خب همین تخصص و همین فرهنگ رو میتونن به مسائل ایران بیارن انسان هایی که قابلیتی ندارن که ناشناخته هایی رو خارج از فضای منظومه شمسی و در انتهای جهان پیدا بکنن چطور میتونن چطور نمیتونن که مثلا مسائل ایران رو درک بکنن دوم اینه که مسائل ایران اگر از نظر علمی بهش نگاه کنیم فرقی با مسائل جوامع دیگه نداره مسائل اقلیمی مسائل جوامع دیکتاتور زده حیف و میل مالی مثلا روابط دیکتاتوری عدم تقسیم قدرت در درون یک جامعه اینا تمام مسائلی است که در گروه فیزیک در گروه شیمی در گروه بهداشت در گروه مهندسی راه و ساختمان در،, در, گروه انرژی ما میتونه مورد استفاده قرار بگیره و مورد تجزیه تج تحلیل قرار بگیره البته داده های وجود داره که ما دانشمندان ما میتونن این کارا رو بکنن یعنی داده هایی که از نه تنها از درون خود جامعه ایران بیرون میاد از درون دولت ایران بیرون میاد داده هایی که از سازمان های بین المللی مثل مثل بانک جهانی مثل سازمان ملل مثل یونسکو بیرون میاد امروز دیگه دنیا دنیایی نیست که مثلا یک کشور بتونه واقعیات خودش رو پنهان کنه علی رغم این تمایل شدیدی که سردمداران جمهوری اسلامی دارن که به پنهانکاری و تقیه به خودشون علاقم ملی شدیدی که به این کار دارند ولی واقعا هم ما همه چیز رو در رابطه با ایران میدونیم مثلا اونا فکر میکنن که اگر یه سری مسائل اقتصادی رو پنهان بکنن مثلا این رابطه مسئله رابطه پولشویی این این قانونی که در درون واقعا راهروهای مجلس شورا چندین سال که گیر کرده و و به خاطر نزه هایی که وجود داره در رابطه با این که یک شفافیت سازی بکنن در رابطه با اقتصاد ایران اینا به این به این پنهانکاری روی آوردن ولی نمیدونن که جامعه جهانی دقیقا میدونه که مثلا جمهوری اسلامی 17 میلیارد دلار در سوریه خرج کرده واسه اینکه بشار اسد سر پا نگه داره یا مثلا در مورد تضادهای دیگه که در عراق وجود داره در یمن وجود داره این اعداد و ارقام کاملا وجود داره و متخصصینی که کارشون شناختن ناشناخته هاست شناختن پدیده های واقعا دور از دسترسی هست این تخصص اینو پیدا کردن یه عمر در راه پیدا کردن تخصص اینی که بتونن با روش های علمی این مسائل رو تجزیه تحلیل کنن کار کارشناسی بکنن و و راه حل ارائه بدن راه حل ارائه بدن برای اینی که این مسائل این مشکلات حل بشه و چون کار یکی از عمده ترین وجوه عملکرد دانشمندان شفاف سازی و باز بودن سیستمشون هست ما این راه حل ها رو ارائه میدیم و و اون وقت جامعه ایران میتونه قضاوت بکنه در و مقایسه بکنه راه حل هایی که جامعه علمی مثلا جامعه مثل ققنوس سازمان های مثل ققنوس ارائه میدن به مردم ایران و و راه حل هایی که مثلا سیستم غذایی ایران یا یا سازمان انرژی اتمی ایران یا وزارت اقتصاد ایران یا وزارت آموزش پرورش ایران ارائه میده این من فکر کنم مقایسه این دو راه حل بسیار بسیار بسیار, 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 بسیار کارگشا باشه در به حرکت در آوردن مردم ایران و در بالا بردن سطح توقع مردم ایران این این مسئله بسیار مهمیه خانم کریمی که بالا بردن سطح توقعات مردم ایران اگه شما بخواید یک شهروند اروپایی رو با یک شهروند ایرانی مقایسه بکنید شاید یکی از بزرگترین وجه مشخصه و ممیزه شهروندان ایرانی و اروپایی سطح توقعات اونا از جامعه خودشون هست. سطح توقعی که از آزادی های فردی دارن سطح توقعی که از کیفیت زندگی خصوصی و شخصی خودشون دارن سطح توقعی که از شفاف سازی و رابطه مستقیم و دسترسی به سیاستمداران خودشون دارن و قص الهازا و این این سطح توقع در مردم ما باید بالا بره مردم ما باید بدونن که اینها حق اوناست و ما ققنوس و سازمان های دیگه و, و, و دانشمندان و متخصصین ایرانی در درون یک سازمان تشکیلات میتونن حرکاتی انجام بدن و یافته هاشونه و اون شکلی با مردم ایران تقسیم بکنن که مردم ایران سطح توقعشون از دولت مردان خودشون بالا بره سطح توقع خودشون از جامعه خودشون بالا بره بالا رفتن سطح توقع در جامعه امید ایجاد میکنه و حرکت و انرژی ایجاد میکنه و این حرکت و انرژی و امید به نظر ما سه تا عامل بسیار عمده هست که بتونه در این مرحله جامعه ما رو ببره به اون مرحله که از این مرز بین دیکتاتوری و آزادی بگذره آقای دکتر رأی های برای امروز هستن یا برای بعد از جمهوری اسلامی را این راه ها به احتمال خیلی زیاد بعد از جمهوری اسلامی بعد از اینکه این روابط دموکراتیک در ایران برقرار بشه قابلیت اجرا پیدا میکنه به چند دلیل یکی از اون دلایل که جمهوری اسلامی اگر قابلیت اجرای راه های کارشناسی شده داشت از این خیلی دانشمندانی که در درون ایران وجود دارن استفاده میکرد و کار کارشناسی شده انجام میداد در رابطه با مسائل ایران شما حرکاتی که مثلا جمهوری اسلامی و سیاست هایی که در رابطه با مثلا فعالین امور مدنی و فعالین زیست محیطی انجام داده که این آدم ها رو میگیره دستگیرشون میکنه میکششون شکنجهشون میکنه اینا ببخشید این کاملا نشون دهنده این امریک جمهوری اسلامی از یه طریقی حرکت میکنه یه نظری و یک زاویه دیدی به مسائل جهانی داره که غیر قابل تطبیق با مسائل علمیه و این غیر قابل تطبیق بودن نظریا و سیاست های جمهوری اسلامی هست که جواب شما رو میده در این رابطه که این سیاست ها تا زمانی که جمهوری اسلامی در ایران وجود داشته باشه قابلیت اجرایی نداره به خاطر ماهیت ارتجایی و قرون وسطایی جمهوری اسلامی بنابراین این جواب واقعی اینه که مسائل مسائلی هست که جمهوری اسلامی ایجاد کرده ولی راه حل ها بعد از جمهوری اسلامی قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد اه قوغنوس که اعلام موجودیت میکنه و به طور رسمی کار خودش شروع میکنه ما برنامه داریم در چند ماه آینده شاید در یکی دو ماه آینده در یک واقع مطبوعاتی در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام موجود رسمی بکنیم اعضای اصلیمون بنیانگذارانمون حضور داشته باشن در یک جایی مثلا واشنگتن دی سی در یک جایی که واقعا مفهوم تاریخی داشته باشه در یک جایی که وقایع سیاسی و اجتماعی عمده در امریکا انجام میشه و بعد به سرعت به دنبال برگزاری کنفرانس های علمی خواهد بود که این کنفرانس های علمی بتونن این نمونه ای از این کارهای کارشناسی شده متخصصین درون ققنوس رو به دنیا ارائه بدن و به, و به, دنیا نشون بدن و مخصوصا به ایران و ایرانیان نشون بدن که دور هم جمع شدن مثلا سی نفر چه کارهایی میتونه بکنه با قول معروف تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل حدس بزن که ببین اگر هشتاد هزار نفر دور هم جمع بشن چه کار میتونن بکنن